نمیدونم شما تا الان چیزی درباره سیزیف شنیدین؟ یکی از افسانه های اسطوره‌ای غرب هست که حالا من کاری ندارم داستانش طولانیه، به نظرم یه سرچ ساده اگر تو اینترنت بکنید میتونید، جذابم هست کلا افسانه ها و اسطوره ها و اینها، خیلی مطالب آموزنده ای درشون نهفته است. ولی داستان اینی که بالاخره خودش یکی از رئیس رؤسا بوده این سیزیف که به درگیر با خود بزرگ بینی میشه و به واسطه کارهایی که میگه یه بار مجازات میشه، دوباره بخشیده میشه، دوباره تکرار میکنه اشتباهشو، در نهایت اون چیزی که مد نظر من هست اینه که میره محکوم میشه به اینکه یک سنگی رو تا نوک قله ببره بالا و پس از اینکه رسید به نوک قله رها کنه و این سنگ غلط بخوره به سمت پایین و پایین اومدنش رو با چشم خودش ببینه و دوباره همین کار رو تکرار کنه تا ابد. من یه کار بیهودهی که صرفا یک سنگی رو ببریم تا یک بالایی، دوباره غلط بخوره پایین، دوباره ببریم بالا، همینو هی تکرار کنیم در گذر زمان تا به مجازات اون عمل زشتی که حالا خود بزرگ بینی بود طبق اون داستان برسیم. در یه مصاحبه ای هم، یه مصاحبه طنزی هم هست که خب حالا چون ایشون آذری بود، من خودم آذری هستم ایراد ندارم، یک شخصی بود که بنده خدا داشت میرفت یه جایی، حالا پیاده روی داشت میرفت، بعد یه گزارشگری ازش پرسید کجا داری میری؟ گفت نمیدونم اینا، چون همه دارن میرن اینور، خلاصه ما هم داریم میریم همینور. بعد بهش گفتش که خب چرا اینوری میری؟ گفت خب اینوری نمیشه، ما می بچه ها اینا همه دارن میرن اینور، ما هم داریم میریم اینور. نمیدونم همجوری دست بگم احتمال دیدید اینو بنده خدا، ولی گفت تو راه هم نمیدونم ساندویچ میدن، چی میدن، پرتقال میدن، چی میدن از این چیزا. این منظور من از این دوتا موردی که خیلی با هم در کانترست بودن، در تضاد بودن، گفتنش منظورم این بود که شما تو زندگی اصولا مبادا مثل اون سیزیف یک سنگی رو ببرید بالا و دوباره رها کنید بیاد پایین، دوباره ببرید بالا دوباره بیاد پایین، یا مثل این شخصی که اصلا نمیدونه واسه چی داره میره اینور، نمیدونه چرا اصلا اینوری داره میره. خب چه در اصلا مسائل زندگیتون، چه در پژوهشتون، در علمتون، بالاخره در زندگی علمیتون، شما وقتی یک کار پژوهشی دارید آغاز میکنید، یک مقاله ای رو میخواید بنویسید، من گهگاه دیدم بعضیا که داخل این گرداب افتادن، هر سه روز یه مقاله، و یا کسی که جدیدا دیدم از مسئولین وزارت بهداشت بود که ایشون از وقتی که پست گرفتن دو نم چند پست مختلف 80 مقاله در عرض چند ماه چاپ کردن. ببین این مقاله چاپ کردن شبیه اون سنگه و هر کار دیگه، یا من حالا مثال از مقاله میزنم شاید خیلی ها با این بیشتر آشنا باشن، یک سنگی است که شما میبرید بالا، نمیدونیم واسه چی بردیم بالا، به شما میگن اصلا واسه چی این کارا رو دارید میکنید، نمیدونیم چون همه دارن میکنن، ما هم داریم میگیم، بچه‌ها میگفت بچه‌ها میرن اینور و همه این محققین دارن مقاله چاپ میکنن، خب پس ما هم باید مقاله چاپ کنیم. البته برای کسی که ابتدای مسیر علمی خودش هست، یه استادیار پایه دو هست، پایه یک هست، یا دانشجو دکترا هست، فوق لیسانس هست، زیاد شاید فکر کردن به این مسائل حالا، ولی به تدریج دیگه شما وقتی که میایید بالاتر کم کم باید هدفمند باشه زندگیتون. اصلا من توصیه من کلن این هست که هر کاری تو زندگیتون میخواید بکنید چرا بذارید بعدش، حالا نه دقیقاً 100%، ما چیز مطلق اصلا من اعتقاد ندارم مطلق هر چیزی که چرا باید، یکم از آور میشه زندگی در اون صورت، ولی مسائل اساسی زندگیتون، مثل اینکه شما تصمیم میخواید بگیرید که آینده زندگی علمیتون رو برید هیئت علمی دانشگاه، چرا؟ این سوال خیلی ساده است بکنید چرا؟ چون همه میرن میشن پس ما هم بریم بشیم. من میخوام برم الان یک 6 ماه از عمرم رو بذارم این مقاله بنویسم، چرا این کارو میخوام؟ من در مورد مزایا و معایب آفتهای مقاله نویسی توضیح دادم، اگه اون رو ببینید این چرا پاسخ داد، اصلا همون ویدیو پاسخی بود که من به خودم در این مورد داده بودم که چرا دارم این کارا رو میکنم، واقعا چرا دارم ویدیو ضبط میکنم. اگر واقعا این چرا نبود من خسته میشدم. الان 3 سال رو فکر میکنم تقریبا چند ماه هستش که من به شکل ممتد در حال تهیه ویدیو هستم، خب هر کسی بو خسته میشد، نزدیک 500 ساعت الان شده. علت این که خسته نمیشم چون فلسفه اون کاری که دارم انجام میدم و درک کردم. کلن سعی کنید فلسفه امور زندگی، چه فلسفه، من خیلی تاکید میکنم تو جلسه اول کلاس های درسم به بچه ها که دوستان برن فلسفه علم بخونن، ببینن قدیمی ها چرا، چه جوری، چه کار میکردن، چطوری بودن، تاریخ علم بخونن. و الان هم دارم میگم اگر پا تو هر مسیری میگذارید مبادا به روزی دوچار شید که وقتی یک مقالتون چاپ شد، یعنی این سنگ رسید به نوک قله
و بعد دوباره رها شد، دوباره بسم الله یکی دیگه، یه مقاله بعدی رو دوباره ببریم بالا. و شاید این کسی که میفته تو این حلقه بسته تولید مقاله، یک جور اعتیاد به تولید مقاله، که اگه نکنم آبروم میره. اینی که دارم میگم نمونه است، تو بقیه شونات زندگی هم قابل تر است. شاید داره مجازات خود بزرگبینی و غرور خودشو داره میده، که فکر کرده شاید خیلی آدم اندیشمند و عالم بزرگواری است و خداوند اون رو محکوم کرده که این سنگو هی ببره بالا بیاره پایین، هی ببره بالا هی بیاره پایین. و اتفاقا تو این مسیر از اون پرتغالی که ایشون دوستمون تو مصاحبه میگفتن میدن آمو گفت پرتغال دانداتن، والا پرتغالی که تو مسیر این مقاله ها اینا میدن، بالا رفتن اچیندکس طبیعتا بعدش نافرین اچیندکس چند تو 40 50 و خب حالا بعد ارتقا پیدا میکنی، بعد میتونی یه جای خوب بری مثلا دکترا. من عرض کردم اینها رو برای کسایی که دانشجو دکترا هستن شاید اولویت نباشه، ولی اینها تو ذهنتون اگه باشه، اولا لزوما فقط برای مقاله نیست اینی که دارم میگم، تو همه چی هست. دوما اینکه بعدن که 2-3 سال بعد که با این تفکر وارد حرفه کاریتون شدید، اون موقع تاثیرگذار کسانی تاثیرگذارند که برای همه اجزاء زندگیشون فلسفه داشته باشند، به چراها پاسخ داده باشند. من اگه نتونم تکلیفم اول با خودم بسازم، تکلیفم خودم روشن بکنم که چرا دارم این کارا رو میکنم، خب طبیعتا وقتی نتونم این کارا رو بکنم دیگه تاثیر نمیتونم، چطوری من انتظار میره کسی که خودش با خودش به صلح نمیتونه برسه، خودش هم میدونه کاری که داره میکنه کار عبثی است، چطوری این آدم میخواد روی بقیه هم تاثیرگذار باشه؟ نتیجهش این میشه که خب شما باید ما مکس بیشتری کار کاری که تو زندگیتون میکنید، ما مکس بیشتری با تحمل بیشتری قبلش انجام بدید تا به سرنوشتی که سیزیف دوچار شد دوچار نشید.